بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، سید نبی محسنی هستم، باشنده شهر کابل. در خدمت شما. علیرضا حیدری هستم، باشنده شهر کابل. محمد امین ناطقی هستم. شما از خشونت خانوادگی علیه زنان چه چیزی را میدانید؟ خشونت خانوادگی علیه زن، خشونت علیه زن یا خشونت علیه خانواده یک عمل بسیار زشت، یک عمل بسیار قوی که متاسفانه ما شاهد از یه عمل بد در گوشه کنار کابل بعض جا هستیم که متاسفانه دیده میشه. بسیار یک عمل زشت است که ما به هیچ عنوان هیچ بشر نمیپذیره، هم بشر که یک آدم منصف باشه هیچ کسی نمیپسنده. بسیار یک عمل زشت، یک عمل بد است. خشونت خانوادگی در جامعه ما معمولا برای زنها خیلی زیاد هستن. از جمله که ما چیزی که میتونیم بگیم این است که حق انتخاب ندارن، حق نظر دادن ندارن، در جامعه جایگاهی ندارن و اینها خودشان یک خشونت علیه زن هستن. سوال شما برخلاف ظاهرش که خیلی سبوک میاد خیلی عمیقه. خدمتتون عرض کنم که اول باید انواع خشونت را بشناسیم. خشونت فقط خشونت فیزیکی که همه ما ذهن ما طرفش میره نیست. خشونت فیزیکی داریم، خشونت روانی داریم و خشونت اقتصادی حتی داریم. خب اگر مصداق هر کدام اینها در خانواده پیدا شود، یعنی در اون خانواده خشونت علیه زن صورت گرفته، چه انواع خشونت فیزیکی، چه انواع خشونت روانی و چه خشونت اقتصادی که متاسفانه خیلی رایجه. نفس همی که ما مالکیت زنان را در خانه، در خانواده به رسمیت نشناسیم، برای حق مالکیتشون احترام قائل نباشیم، خب مورد خشونت قرار دادیم. حالا یه احترامی به مالکیت زنها میتونه خب به شکل ابتداییش باشه که اجازه رفتن برای کار شخصی رو ازشون سلب کنیم، حق رفتن به سمت کار شخصی رو، یا حتی به شکل جزئی تر اموال را که در خانه مربوط اونا هسته بدون اجازهشون بخوایم مورد استفاده قرار بدیم، این هم میتونه باشه، از همین کوچیک تا بزرگش. در انواع خشونت روانی هم زیاده. وقتی که مسئله مربوط به خانواده هست، همه حق رأی دارن، حق نظر دارن، یا به خانما احترام قائل نشیم که نظرشون رو بخوایم، یا اگر نظری میدهن به نظرشون حرمت داده نشه صرفاً به خاطر از اینکه یک خانومی حرف رو زده، خب مورد خشونت واقع شد. و خشونت های دیگری هم هست روحی روانی که زیاده. احتمالاً برنامه شما وقتی رفتن داخل جزئیات رو به ما نمیدن. خشونت فیزیکی هم خب نیاز به تعریف نداره. هر حرکتی فیزیکی که در خانه صورت میگیره که حالا اسمش ضرب و شتم باشه، ولو یک تلنگر هم باشه، اگر بیمورد باشه خشونته. و این خشونت نه مرد اون خانه حق داره و نه فرزند اون خانه. اگر اتفاق میفته یعنی که خشونت علیه زن واقع شده. چه خشونت هایی ممکن است علیه زنان در محیط خانواده رخ بده؟ خشونت ها اقسام، انواع و اقسامی داره. میتونه که نادیده گرفتن زنا در تشکیل خانواده، نادیده گرفتن زنا خانوما که در کارهای کلان خانواده سهم نمیتن برش، مثلا نظرخواهی نمیکنن ازشون، نظرشون مهم نیست در پیش بعض خانواده. البته زن نسبت به زن یک دید متفاوتی دارن. یعنی در کل احترامی اونچنانی که باید به خانوم به یک زن داشته باشه، اونایی که دچار این مشکل هستن به او احترام رو ندارن متاسفانه. در خانواده زن
حق اکثرا در جامعه افغانی حق نظر دادن نداره و این یک نوع خشونت است. مثلا در خانواده‌ای که زندگی میکنند زن اجازه نداره که راجع به تحصیل فرزند خود ابراز نظر کنه، مثلا اجازه نداره که نوع زندگی خود نظر خود مطرح کنه و این یک نوع خشونت است. چه کارها و رفتارها ممکن است به خشونت خانوادگی علیه زن منجر شود؟ کارها امی خود دید دوگانه نسبت به زن، که ما دید متفاوت نسبت به زنان داریم، خود یعنی باعث میشه که زن نسبت به مرد خانواده یک کینه به دل بگیره و احساس کنه که من در این خانواده و ورزش و جایگاهی که باید پیش مرد خانواده داشته باشم ندارم. خب باعث میشه که کامی محترم بین زن و مرد از بین بره و او زن در نهایت عقده‌ای شوه و مشکلات خانوادگی ایجاد شد. زن اگر بخواد از حقوق خود دفاع کنه و حقوق خود مطرح کنه، به نظر من باعث میشه که خشونت علیه از او صورت بگیره و مثلا در خانواده ای که زن بخواد که حقوق خود مطرح کنه و بگوید چگونه زندگی کنیم و چگونه فرزند خود باید تربیت کنیم و تحصیل کنیم، شاید ممکن باشه که باعث شوه که علیه از او خشونت صورت بگیره. آیا خشونت خانوادگی علیه زنان تنها در یک فرهنگ یا کشور خاص رخ میده؟ امروز متاسفانه نه تنها در جامعه عقب مانده ها، در کشورهای جهان سوم، بلکه در خیلی از کشورهای دنیا ما شاهد خشونت علیه خانواده ها علیه زن ها هستیم. این گپ خوب نیست که ما بگیم مثلا در کشورهای جهان سوم خشونت علیه زن ها هست، بلکه همونایی که بسیار ادعای بالا بالا دارن در حقیقت منادی حقوق زن، منادی حقوق بشر در دنیا هست، کلانترین نقص های خانواده، بزرگترین جفاها، ظلم، ستم در حق خانوما در اون کشورها هم ما شاهد هستیم که متاسفانه خودشون با ادعای بسیار کلانی که دارن، متاسفانه بسیار ظلم ها و جفای بسیار کلان در قشر خاص از جامعه که زن هست دچار همین مشکل هستن و مشکلات دیدمش اونجا. فرهنگ و کشور خاص نه، این سطح آگاهی است که باعث میشه که خشونت صورت بگیرد. ما در جامعه امریکا هم که جامعه پیشرفته امروزی مدرن امروزی است هم خشونت علیه زن داریم. زن حقوق در حالی که تعریف شده ولی حقوق نیست که اونا بخوای از حق خود دفاع کنن. نه، این بحث یک زمان بحث القاعات که خب القا میشه که فلان کشورها زن ستیزن و فلان کشورها حرمت لازم رو برای زنا قائله یا حقوق زنا محترمه. از لحاظ نسبی بخوای حساب بکنیم، بله بعضی کشورها بیشترین سرانه خشونت رو دارن که متاسفانه کشور ما از این لحاظ در صدره و بعضی کشورها هم میتونه خب کمترین رو داشته باشه، ولی همونطوری که عرض کردم خشونت انواع مختلف داره. شاید در خیلی از کشورها اصلا خشونت فیزیکی وجود نداشته باشه، ولی وقتی آمار خودکشی های زنان رو در همون کشورهای جهان اول بررسی میکنی، یعنی که خشونت های روانی وجود داشته. کسی دست به خودکشی میزنه که قطعا قربانی باشه و در کشوری که خشونت های فیزیکی رایج نیست، اگر این خانم این بانو دست به خودکشی زده، یعنی که مورد خشونت روانی واقع شده. ولی خب نسبت خشونت در فرهنگ ها در کشورها متفاوت، یکی نسبت بالاتری داره یکی نسبت کمتری داره. خشونت های خانوادگی چه تأثیر بر زندگی زنان و خانواده هایشان میتونه داشته باشن؟ خدمتتون عرض کنم که چه خشونت چه رعفت، هر کدوم اینها وقتی که وارد زندگی میشه بخوایم نخوایم راه خود رو به سمت جامعه باز میکنه و جامعه در حقیقت پژواک همون خانواده است. یعنی هر اتفاقی که امروز در خانواده میفته فردا ازش
همونطور که وارد اجتماع میشه و همینطور فردا از اجتماع دوباره به همین خانواده بر میگرده. اگر به این نسل نه به نسل‌های بعدی و این چرخه متاسفانه ادامه داره و مخصوصا این که زنان بخوایم نخوایم مقام مادر را در خانواده داره. این مادر اگر ذهن آرام داشته باشه میتونه با آرامش فرزندان سالم را تحویل جامعه بده، ولی اگر ذهن این مادر به خاطر خشونت هایی که بر او اعمال شده ناآرام باشه، قطعا خشونت وارد رفتار این مادر هم میشود و این مادر این خشونت را به فرزندان هدیه میکنه و این فرزندان دان ناخواسته ناخودآگاه خشن بار میآیند و این خشونت به نسل بعدی و همینطور این حلقه باطل متاسفانه در گردشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه و ثمرش میشه افغانستان امروزی ما که متاسفانه گرچه آمار دقیقی وجود نداره، ولی با یک نگاه اجمالی در جامعه میتونیم بگیم که ما 90% مردم ما خشنه و پیامد این خشونت به شکل کلانش هم بیش از 40 سال دامن مردم ما را گرفته که همیشه درگیر جنگ. این خشونت های کلان ریشش در همون خشونت های کوچک. خب خشونت باعث میشه که صمیمیت و مهربانی خانواده ها از هم بپاشه و زندگی که داره، زندگی خوشی که داره، ممکن باشه به خشونت تبدیل شوه و در کل روی جامعه تاثیر داره. ما اگه بخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم، جامعه خوب داشته باشیم، از خانواده شروع میشه. ما وقتی رفتار ما، کردار ما همراه یک زن یک خانواده خوب نباشه، طبیعی است که این روی بچه ها تاثیر میگذاره، بچه ها دوباره در جامعه میره و باعث میشه که یک جامعه زن ستیز به بار بیاید. به نظر شما چه راهکارهایی برای پیشگیری از خشونت خانوادگی علیه زنان وجود دارد؟ راهکارهای مهمی است که ما باید تلاش داری باشه که فرهنگ خانواده سالم و خانواده اسلامی این در جامعه نهادی نشه. با توجه به آموزه‌های کلام اسلامی که ما داریم، باید اینا از طریق رسانه‌ها، از طریق معلمین در مکتب، از طریق استادای دانشگاه در پانتونها و دانشگاه‌ها و از طریق کسایی که وظیفه تبلیغگری دعوتگری رو دارن، از این طریق اینا تلاش کنن که فرهنگ اصیل اسلامی و فرهنگ خانواده سالم به خانواده رسانده شود تا اینکه مردم بتونه طبق همو دستورات و آموزه های بلند اسلامی خانواده سالم تر داشته باشه. آگاهی و دوم این که ما الحمدلله همه مسلمان هستیم، اما از سیره پیامبر نازنین اسلام و ایامه اطهار ما هیچ آگاهی نداریم متاسفانه و تنها راهی که ما میتونیم خشونت علیه زن را از بین ببریم همین آگاهی است که ما میتونیم از ایامه و از پیامبر اسلام داشته باشیم. دیگه سطح آگاهی، سطح سواد که خیلی تاثیر داره متاسفانه در خانواده‌هایی که تقریبا اکثرا خانواده ها مادر یا خانواده سواد کافی نداره. در صورتی که نه سواد کافی نداره، پس فرزندی که در جامعه تقدیم میکنه اونا هم از ناگاهی برخوردار است متاسفانه که جامعه ما دمی یک امتیاز سیستم دوچار است که متاسفانه خشونت علیه زن روز به روز بیشتر میشه. خدمتتون عرض کنم راهکارهای زیادی میتونه داشته باشه، ولی خب فکر میکنم در این قسمت اولا من کسی نیستم که بتونم راهکار درست را ارائه بدم، به خاطر که از لحاظ علمی توانایی این قضیه ندارم. ولی چیزی که به ذهن از به عنوان یک آدم عامی میایه ای است که برای 3 تا مسئله باید رعایت شد. اول عزم خود آدم ها که خشونت را با رأفت جایگزین کنند، عزم داشته باشن، همه بخواهن که بکنن، یک مسئله. ولی خیلی آرمانیه که متوقع داشته باشیم همه مردم خودشون یک باره تصمیم بگیرن که دیگه خشن نباشن.
در مرحله دوم بحث قانونسازیه و اجرایی کردن قوانینی که حمایت کنن بانوان را، و در اون قوانین همه چیز پیشبینی شود، با دقت هم پیشبینی شود که کسایی که مورد خشونت فیزیکی قرار میگیرن چه پیامدی برای عاملین هست، اونی که مورد خشونت روانی قرار میگیره یا اونایی که مورد خشونت مالی قرار میگیرن، و پیامدهایی که برای این موارد در نظر میگیرن نسبت به موارد مشابه باید سنگین تر باشه، از جرم عمومی سنگین تر باشه، کیفری که میبینن سنگین تر باشه، تا حالت بازدارندگی بیشتر داشته باشه. توجیهش هم مشخصه، چون خانواده امن‌ترین نقطه زمینه. اگر کسی در خانواده خود در امن‌ترین نقطه زمین در امان نباشه، کجا در امان باشه؟ این امنیت را قانون باید برای خانوما ایجاد کنه. بحث سوم، مورد سوم، بحث فرهنگ سازیه که ما در کنار از اینکه هر کس خودش عزم باید داشته باشه، قوانینی در این راستا هم باید باشد، بحث فرهنگ سازی هم باید از مورد غفلت قرار نگیره، روش کار شوه، از دیگه متخصصین امور فرهنگی در این قسمت فعال شوه، از هر راهی که خودشون صلاح میدانن و ممکن کار کنن. برای زنانی که گرفتار چنین خشونت‌های خانوادگی میشن، چه نوع پشتیبانی و خدمات باید انجام شود و ارائه شود؟ امروز خب متاسفانه ما در اینجا یعنی یا نمیبینیم یا اگر کمتر هست تو مراکزی که از این افراد حمایت کنن ما نمیبینیم یا شاهدش نیستیم. متا شدیدن یا نیاز داره که دیسینا گرفته شود از نگاه خشونت یا خشونت جسمی هست که مورد ضرب شتم قرار میگیره، یک بحث کلانی که دوچار میشن، یا هم بحث روحی روانی هستن که روان اینا خورد بشن، روح اینا آسیب میبینن، دیگه اون نشاطی که باید در زندگی داشته باشن با توجه به زندگی که زندگی بسیار مهم است، تاثیر داره روی فرزندای خانواده، روی بچه‌ها تاثیر دارن، اون نشاط لازم رو ندارن، از زندگیشون لذت نمیبرن، بنابراین یعنی آسیب بسیار آسیب کلان است. من نظر می است که اگر جاهای مرکزهای برای حمایت از چون اشخاصی که در دچار آسیب هستند یا آسیب دیدن حمایت تاسیس و اینا رو حمایت کنن بسیار کار خوبی است. ان شاء الله که مثمر ثمر باشه.